لطف دارن. در این برنامه در 7 بخش میپردازم به مسائل روز و جاری جامعه ایران. شما تعجب نمی کنید که در ایران گروهی از اعضای مجلس قانونی رو که خودشون به تصویب رسوندند در صحن علنی مجلس به آتیش میکشن، حتی بدون اینکه سطلی زیرش بگیرن، دست خودشون میسوزه، رئیس مجلس میگه که مجلس رو آتیش نزنید. یک صحنه کاملا فکاهی و طنزآلودی است آنچه که بعد از خارج شدن آقای ترامپ از برجام در صحن مجلس اتفاق افتاد. شما تعجب نمی کنید که یک حکومت تا دندان مسلح با صدها هزار نیرو از یک جسد مومیایی که از به هنگام کارهای ساختمانی از نزدیکی مقبره شاه عبدالعظیم تهران خارج شده، از این جسد می ترسند، در حالی که این فرد رو، رضا شاه رو، فردی دیکتاتور و فاسد به مردم معرفی کردن برای 14 دهه. اگر واقعا گزارش تاریخی اینها درست هست، چرا باید از یک جسد مومیایی شده اینها بترسند، مسائل رو پنهان کنن، به اطلاع مردم نرسونن؟ بسیار مایه تعجب هست. آیا شما تعجب نمی کنید که 90 اسب رو در یک روز در استان آذربایجان غربی به اتهام استفاده از اونها برای قاچاق اعدام میکنند؟ بر اساس کدام منطق قانونی، منطق اخلاقی، منطق شرعی میشه حیوانات رو به اتهام اعمال خلافی که صاحبانشون انجام دادن حیوانات رو اعدام کرد؟ حتی در این که صاحبانشون هم اعمال خلافی انجام داده باشن، در اون هم شک و تردید هست، چون صاحبانشون هم یک جماعت بسیار فقیری هستند که با انتقال کالا از یک سمت مرز به سمت دیگر نانی به دست میارن و با خانوادهشون تقسیم میکنند. آیا شما تعجب نمی کنید که رهبر جمهوری اسلامی یک روز میگه اگر ایالات متحده از برجام خارج بشه، برجام رو آتش میزنند، و روز دیگر بعد از اینکه ایالات متحده از برجام خارج شد هیچ اتفاقی نمیفته، یه گروهی به شکل کاریکاتوری میان کاغذهایی را آتیش میزنن اما جمهوری اسلامی از برجام خارج نمیشه، و بعد هم آقای ظریف راه میفته در شهرهای مختلف اروپا برای اینکه نوعی برجام اروپایی رو زنده نگه داره؟ خیلی مایه تعجب هست این گونه رفتارها. آیا شما تعجب نمی کنید که معاون مدرسه موی دختر دانش آموزی رو برای حفظ شریعت کوتاه میکنه؟ در هیچ کجای دنیا معلمان حق ندارن به دانش آموزان چنین تعرضی رو انجام بدن. این کاریست که فقط در چارچوب شریعت در ایران قابل انجام بوده. در خبرها اومده بود که در 16 اردیبهشت ماه امسال دختر کلاس ششم ابتدایی در مدرسه گلستان آبادان، خانم معاون مدرسه با قیچی موهای این دختر رو که نامش نرگس بوده رو کوتاه میکنه و دلیل این کار رو مرد بودن ناظم مدرسه عنوان میکنه. دختری که 12 سالشه و به دختر مدرسه میگه که موهای کوتاه تو باعث تحریک ناظم مدرسه میشه. خب طبعا چنین ناظم مدرسه‌ای که با موی یک دختر 12 ساله تحریک میشه، این آدم شایسته‌ای برای حضور در مدرسه دخترانه نیست. البته توجیهاتی که اینها در قالب شریعت میارن همه مردها رو بیمار و مریض، بیمار جنسی تصور میکنن. این داستان فقط هم در آبادان اتفاق نیفتاده، موی 9 دانش آموز دختر رو هم در فسا کوتاه کردند. آیا شما تعجب نمی کنید که 10 عضو سپاه در سوریه در حملات اسرائیل کشته شدند اما 1 نفر در ایران تشییع نشده، اسامیشون منتشر نشده، مشخص نیست که اینها چگونه تشییع شدن، دفن شدن، مشخصاتشون چی بوده؟ مشخص است که کاملا اینها رو پنهان نگاه داشتند. در نقدی که از پاکیزگی سیاسی در این برنامه دارم،
میرم به سراغ موضوع استعمار بریتانیا. در طول چند دهه نیروهای اسلامگرا و چپ‌ها در ایران مدام به دولت بریتانیا ناسزا گفتن، بریتانیا رو جنایتکار خوندن، امپریالیست خوندن، استعمارگر خوندن. گرچه در ایران هیچ وقت مستعمره رسمی هیچ کشوری نبوده، اما یک کینه عجیب و غریبی نسبت به بریتانیا وجود داره در میان چپ‌ها و نیروهای اسلامگرا. بحث من در این برنامه در واقع عنوانش هست استعمار خوب بریتانیا. بریتانیا در کشورهایی که استعمار مستعمرش بودند سنت‌ها و نهادهای بسیار خوبی رو بر جای گذاشته. در همین کشور امریکا بسیاری از نهادهای با سابقه قضایی، تأسیسات زیربنایی، قوانین، چارچوب‌ها بسیاریش از دوره استعماری بریتانیا است و هنوز هم این نهادها دارن کار میکنن. در هند اصولا دموکراسی هند و تنوع و تکثری که امروز در هند هست اینها میراث استعمار بریتانیا است. در بسیاری از کشورهای دیگر هم چنین هست. حتی کشورهایی هستند که هنوز ملکه بریتانیا ملکه اونها هم هست، مثل استرالیا یا کانادا، و این کشورها دموکراسی هستند، هیچ مشکلی هم ندارند. 150 سال هست که اسلامگرایان، چپها و بخش قابل توجهی از مسلمانها از سیاست استعماری بریتانیا خورده گرفتند و مخالفان با این سیاست رو آدمهای بسیار بزرگ و دارای شعون بسیار بالایی میدونند. این موضوع به نظر من نه از سر باور به حق حاکمیت ملتها، بلکه ناشی از سلطه طلبی است. یعنی در برابر تصور این است که بریتانیایی‌ها سلطه طلب بودند و باید در مقابل اونها سلطه طلب بود. اگر چنین بود باید وقتی که این گروه ها حاکم می شدن اداره مناطق رو به خود مردم واگذار می کردن، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده. حتی یک دهدار و بخشدار در ایران توسط مردم انتخاب نمی شن، در حالی که تحت امپراتوری بریتانیا این مردم بودند که کارگزاران محلی خودشون رو انتخاب می‌کردن. بریتانیا اصولاً به سنت‌ها و ادیان مردم، به روشی که مردم زندگی می‌کردن، اصولاً با اینها کاری نداشتن. در طول 400 سال گذشته تنها قدرتی که از حکومت محدود و مقید، استقلال قوه قضایی، حقوق غیرقابل نقض شهروندان و بازارهای آزاد دفاع کرده امپراتوری بریتانیا بوده. بریتانیایی‌ها در هر یک از این امور نهادهای قدرتمندی رو شکل دادن که هنوز در برخی از نقاط دنیا در حال فعالیت هستند. امریکایی‌ها این ایده‌های بسیار گرانقدر رو از امپراتوری بریتانیا گرفتن و حفظ کردند. بریتانیایی‌ها و امریکایی‌ها از این ایده‌ها در دو جنگ جهانی دفاع کردند. آزادی شهروندان ایده‌ای بود که انگلیسی‌ها با خود به نقاط دیگر دنیا بردند. از انگلیسی استعمارگر در آمریکا با ایده حکومت محلی در این قاره تا انگلیسی جستجوگر به انگلیسی جستجوگر به نام استنفورد راف رافلز که دولت مبتنی بر بازار آزاد رو در سنگاپور بنیاد گذاشت، تا افسر انگلیسی به نام تی ای لارنس که به عرب‌ها کمک کرد خودشون رو از یوغ امپراتوری عثمانی برهانند، و بریتانیایی‌هایی که 100 سال هنگ کنگ رو به مرکز تجارت در آسیا تبدیل کردند. همه اینها بریتانیایی‌ها رو آزادی بخش تلقی می‌کردند و امروز هم شرایط بسیار خوبی رو دارند. بریتانیایی‌ها برای امپراتوری خودشون برخلاف ادعای دشمنان اونها یک برنامه اخلاقی در نظر داشتند، حافظ صلح بودند، در اداره محلی کشورهای تحت استعمار جدیت داشتند و پس از در اختیار گرفتن قیمومت اونها رو رها نمی کردند. به دنبال دولت ملت سازی از روی نسخه مورد نظر خودشون نبودند و نمی خواستند اعراب، هندیان و زولوها رو به انگلیسی تبدیل کنند، کارهایی رو که در واقع دول سلطه‌گر دیگه دنبالش هستند، مثل جمهوری اسلامی که می خواد دولت سوریه رو، در واقع مردم کشور سوریه رو به کشور شیعی تبدیل کنه. امریکایی‌ها این سبک حکومت انگلیسی رو در واقع قفلت مدققانه می نامیدند،
کشوری به بزرگی سودان با 140 کارمند امپراتوری اداره میشد. اینطور نبود که این میلیون ها نفر رو اونجا بریزن بخوان کشور تحت اختیار خودشون بگیرن. حتی گاندی این سبک حکومت رو ستایش کرده و از قول جفرسون میگه بهترین حکومت حکومتی است که به نحو حداقلی حکومت میکنه. گاندی میگه امپراتوری بریتانیا آزادی وی رو تضمین کرده و به نحو حداقلی بر وی حکومت کرده. هیولاسازی از امپراتوری بریتانیا کاری است که جریان چپ در اون با موفقیت عمل کرده، اما ملت‌های بیشماری رو به فلاکت به نظر من کشونده. هیچ حکومتی در دنیا بیش از امپراتوری بریتانیا برای لغو بردهداری و پایان دادن به سوزاندن زنان در هند تلاش نکرده. حکومت بریتانیا هزینه زیادی برای خرید و آزاد کردن بردگان صرف کرد. نیروی دریایی بریتانیا تلاش بسیاری برای توقف تجارت برده در آبهای بین المللی انجام داد. پکس بریتانیکا معطوف بود به از میان بردن سارقان دریایی، رام کردن شکارچیان انسان و حفظ صلح میان قبایل و ادیانی که در حال جنگ با یکدیگر بودند. مخالفان بریتانیا این امور رو وارونه کرده و امور وارونه رو به امپراتوری بریتانیا، یعنی مثل اختلاف اندازی رو به امپراتوری بریتانیا نسبت میدن. بریتانیایی ها اصولا چند فرهنگرا نبودند، بلکه تا محدودهی به اداره محلی احترام میگذاشتند. و همین علت به سنت بیوه سوزی در هند احترام نگذاشته و اون را لغو کردند. بریتانیایی ها با دو تهدید بزرگ اخلاق و انسانیت، یعنی نازیسم و کمونیسم، مبارزه کردند. امپراتوری بریتانیا در اروپا بعد از صلح میان استالین و هیتلر در سال 1940 و تسخیر فرانسه، تنها بریتانیا بود که در برابر هیتلر ایستاد. اصولا حقوق بشر در دوره جدید از ماگنا کارتا در سال 1215 آغاز میشه، حقوقی که اصولا نازولودنیه، بعدا هم در اعلامیه حقوق بشر ایالات متحده و سازمان ملل اینها منعکس شد. بریتانیایی ها از اولین ملت هایی بودند که در برابر زیادی خواهی پاپ ها ایستادند. شما تاریخ جستجو کنید، کدام ملت ها در ردیف بریتانیا و بعد ایالات متحده که همون سنت سیاسی رو دنبال کرده بیشتر به آزادی بشر باور داشته و اون رو بس دادند؟ وضعیت ملت های تحت استعمار بریتانیا مثل هند، استرالیا و کانادا رو شما با ملت های تحت نفوذ روسیه مثل کوبا و کره شمالی مقایسه کنید. ملت‌های بسیاری سرزمین‌های دیگر را اشغال کردند و تحت سلطه قرار دادند. اگر به جای محکوم کردن اشغال در مقام داوری ارزشی به نتایج اشغال نگاه کنیم، اشغال توسط بریتانیا همیشه به نتایج مثبت منجر شده. شما به نتایج اشغال مغول‌ها، ایرانیان و عرب نگاه کنید، چه حاصلی برای اون ملت‌ها داشته. ما نباید خیلی قره باشیم به تاریخ امپراتوری خودمون، سنت های ماندگاری رو بر اون چندان بر جای نگذاشتیم. ایرانی ها در هند چه میراثی رو به جا گذاشتن؟ این میراث رو با میراث بریتانیا در هند شما مقایسه کنید. نکته دیگری که از خیانت های بریتانیا حساب میشه، تشکیل کشورها در خاورمیانه و ترسیم مرز میان برخی از اونهاست. اما همونها که این خیانت رو نابخشودنی به حساب میارن، با هر گونه شکلگیری کشور جدید مثل از کردستان در عراق یا تغییر مرزها مخالفت میکنند. همچنان من معتقد هستم که استعمار بریتانیا استعمار خوبی بوده و نتایج بسیار مثبتی برای جامعه بشری داشته. در بخش ضد تبلیغ میرم به سراغ یکی از خطوط تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته. خط تبلیغاتی نظام در برابر خروج ایالات متحده از برجام، ناسزاگویی به آقای ترامپ، تبریک به خود، مدال انداختن به گردن خود به منزله اقتدار، بعد هم پریشانگویی به منزله واکنش و پشت سرش هم وعده ها و تهدیدهای توخالی به منزله سیاست و راهبرد. آقای روحانی اومد گفت هیچ اتفاق نیفتاد، همه چی سر جاشه. از چند روز بعدش تحریم های مختلف شروع شده. شرکت کشتیرانی مرس میگه با ایران همکاری نمی کنه. اروپایی ها
میگن ما برجامو نگه میداریم اما با شرکتامون نمیتونیم کاری بکنیم، اونها منافعشون جای دیگه است. در مجموع معلوم بود که هم تهدیداش تهدیدهای تو خالی بوده، هم وعده‌های تو خالی بوده. خب در مقابل بسیاری از چپ‌ها، اسلام‌گراها آمدن شروع کردن به شمردن دروغ‌های آقای ترامپ، که آقای ترامپ در سخنرانیش چندین دروغ گفت. کسانی که تا کنون حتی یک اشاره به دروغ‌های مفصل آقای خامنه‌ای در طول 30 سال حکومتش نکردند. سایت بی بی سی فارسی یک مطلب منتشر کرد بلافاصله در مورد دروغ‌های آقای ترامپ، سایتی که در طول 40 سال گذشته یک بار به دروغ سنجی سخنان آقای خامنه‌ای نپرداخته. اینها مایه شگفتی است، از اون موضوعاتی است که باید در بخش مایه شگفتی اینها رو می آوردیم. یه نوعی خط تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی داره علیه غربی ها، علیه دولت آقای ترامپ، علیه نتانیاهو و اسرائیل، در حالی که اونها دارن از خودشون دفاع میکنن و جریان چپ و اسلامگرا در خارج کشور هم همون خط تبلیغاتی رو معمولا دنبال میکنه. خب اقدام عملیشون چی بوده بعد از این سر و صداها ماندن در برجامی که اصولا در حال تعلیق و در حال مرگه و در نتیجهش هم تحریم هایی که گاز اونها رو خواهد گرفت، اون تحریم ها آغاز شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و امید است که این حکومت رو آنچنان تضعیف کنه که مردم ایران قدرت براندازیش رو پیدا کنند. در یادداشت هفته این برنامه من میپردازم به موضوع نظارت استصوابی که در واقع به یک الگویی برای تمام نظام‌های اقتدارگرا در عالم تبدیل شده. اختراع در واقع انتخابات مهندسی شده، اختراع جمهوری اسلامی نبوده. اما تاکتیک‌هایی و ابداعاتی جمهوری اسلامی داشته که امروز بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا دارن از این الگوها استفاده می‌کنن. نظام‌های سیاسی معمولاً از تجربیات هم استفاده می‌کنن دیگه. این حکومت‌های دموکرات از هم یاد می‌گیرن، اقتدارگراها و دیکتاتوری‌ها هم از هم یاد می‌گیرن. به چند تا نمونه‌اش من اشاره می‌کنم. آقای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پس از تحریم انتخابات شهرداری‌ها در 10 دسامبر 2017 توسط 3 حزب عدالت اول، اراده مردمی و اقدام دموکراتیک گفت احزاب اصلی مخالف این کشور از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منع شدند. نظارت استصوابی میکنه آقای مادورو. رهبران این احزاب معتقد بودند که سیستم انتخاباتی جناحی عمل میکند. مادورو گفت که احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شدند. همون کاری که شورای نگهبان در ایران میکنه. در روسیه هم در همین انتخابات ریاست جمهوری در دوره آقای پوتین مخالفان سیاسی رو رد صلاحیت کردن در اینکه از اینکه در انتخابات شرکت کنن. مهمترین مخالف آقای پوتین آقای الکسی ناوالنی با پرونده سازی برای ایشون از رقابت در انتخابات محروم شد. خیلی جالب هست که دیکتاتورها از یکدیگر به سرعت نکاتی رو فرا میگیرن. جامعه ایران یک جامعه غیر عادی است و شواهد و دلایل بسیار زیادی رو برای غیر عادی بودن جامعه ایران تحت جمهوری اسلامی میشه آورد. در برنامه گذشته من به 6 تا اونها اشاره کردم، امروز در برنامه 7 به مورد دیگری اشاره میکنم. از نشانه های غیر عادی جامعه ایران فاصله بسیار زیاد میان حداقل دستمزد و حداقل هزینه های زندگی است. حداقل دستمزد در ایران برای سال 97 حدود 1,150,000 تومان اعلام شده. یک جوان رو، یک خانواده رو شما رها کنید، خانواده 4 نفره اصولا غیر ممکن هست که با درآمد 1,150,000 تومان زندگی کنه. یک جوانی که کار میکنه 1,150,000 تومان فقط خرج امورات جاریشه، این که صبح برنش سوار تاکسیشه، بیرون یه سندویچی بخوره، بعد نمیدونم یه تیشرتی مثلا میخواد برای خودش بخره، در همین حد و حدود هاست. بیش از این در واقع تنظیم شده این حداقل دستمزد برای جوانایی که تو خونه پدر مادرشون زندگی میکنن، پول تو جیبیشونه، بیش از این عمل نمیکنه.
این هست که من عرض میکنم جامعه ایران یک جامعه غیر عادی است. حداقل دستمزد در واقع دستمزدی است که افراد بتوانند بر اساسش اجاره خونه‌شون رو بدن، خرج غذاشون رو تامین کنن، ابتدایات زندگی رو بتونن تامین کنن. حداقل دستمزد مثلا در ایالت نیویورک چیزی در حدود امروز 12-13 دلار تا یکی دو سال آینده برسه به 15 دلار. یعنی یک فردی که روزی 8 ساعت کار میکنه در ماه میتواند حدود 120 دلار بگیره در روز، و شما این رو اگر ضرب در 20 بکنید میشه ماهی تقریبا 2400-2500 دلار که هزینه اجاره خونه، هزینه خوراک و هزینه پوشاک رو به اضافه مثلا هزینه تلفن رو تأمین میکنه. تازه خب اکثر افراد هم فقط یک نفر در خانواده کار نمیکنه، دو نفر کار میکنن. شرایط اشتغال هم معمولا در جوامع غربی، شرایط امروز بلخص با اومدن آقای ترامپ، شرایط نسبتا مناسب هست. نرخ بیکاری چیزی در حدود 3.9% هست و اطلاعیه های مربوط به کار و اشتغال رو همه جا میبینید. وقتی که میرید بیرون و سر میزنید به فضاهای عمومی، خیلی بازار پر رونق است. افراد مگر اونهایی که معتاد هستن یا مشکلات دیگری دارن، افراد براشون کار هست اگر واقعا بخوان کار بکنن. اما در جامعه ایران این شکاف میان حداقل دستمزد و حداقل ضروریات زندگی چیز عجیب و غریبی است. البته من اصولا به اعلام حداقل دستمزد اعتقاد ندارم، چون دستمزد رو دولت تعیین نمی‌کنه. دستمزد رو در رابطه قراردادی میان افراد، در واقع کارگر و کارفرما، استخدام کننده و استخدام شونده تعیین می‌کنند که دستمزدشون چقدره. ممکنه من از یک نفر برای کاری که انجام میدم بخوام 50,000 تومان بگیرم، برای از یک نفر دیگه که میبینم وضعش بهتره 100,000 تومان بگیرم. اصولا قیمت کار افراد رو خودشون تعیین میکنند، در واقع با بازار آزاد. البته اگر بازار آزاد باشه، متاسفانه در ایران ما بازار آزاد به معنای واقعیش نداریم. خب البته من در کنار این داستان، این که معتقدم دستمزد باید آزاد باشه که افراد تعیین کنن، ولی از اون طرف چترهای حمایتی هم باید باشه برای کسانی که کار ندارن، شغل ندارن، شرایط ویژه‌ای دارن. اینها رو جامعه نمیتونه رها کنه، چون موجب کلی مشکلات و دردسرها در آینده میشن برای جامعه. یه چترهای حمایتی باید جامعه داشته باشه. افرادی که گرسنه هستن، جا و مکان ندارن، شرایط حداقلی رو جامعه باید برای مجموعه اینها فراهم کنه. در بخش تحلیل آماری میپردازم به آماری که یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در هفته گذشته اعلام کرد. خیلی آمار جالبی است. ایشون میگه که در فرانسه با یک سنت بنا به ایشون 200 سال، اما سنت قانونگذاری در فرانسه فراتر از این هاست، چیزی حدود 2800 عنوان مجرمانه وجود داره، اما در جمهوری اسلامی 11,000 عنوان مجرمانه وجود داره. این مقایسه خیلی مقایسه جالبی است، از این جهت که در جمهوری اسلامی با اتکای به شریعت بسیاری از گناه ها رو اینا تبدیل کردن به عنوان های مجرمانه و براش مجازات در نظر گرفتن. البته تمام این مجازات ها برای شهروندان عادی است، برای خودی ها، برای ژن های خوب، برای کسانی که از قدرت برخوردار هستن، این عناوین مجرمانه بر اونها صادق نیست، چون اونها حتی اگر با 10 کیلو تریاک هم اینها رو در فرودگاه بگیرن، با یه تلفن آزاد میکنن طرف میره. یا اگر فرزند اونها، همین فرزند آقای فلاحیان، یک مأمور نیروی انتظامی رو کشت، اما بعد از چند روز آزاد شد. اینها اصولا از هر موضوعی در واقع مسئولیت دارن، مجازات نمیشن. مجازات ها برای مردم بیچار است، مردم فقیر، مردمی که دستشون به جایی بند نیست. بعدم برای اونها شرایط رو بسیار دشوار کردن. مردم تکان بخورن مجرمن. شما الان ماه رمضان هست، یا آدم عادی در خیابان راه بره احساس تشنگی بکنه، خود یک جرعه آبی بنوشه، مجرمه، میگیرن باید شلاقش بزنن. کسی غذا بخوره، نمیدونم دست دوست دخترش در خیابان بگیره،
همسرش رو در خیابان ببوسه، تمام اینا جرمه. برای خانم ها که اینا چندین برابر هست، این عناوین مجرمانه. خانم ها مورد، میگن بهش زیر پای مادران هست و زنان رو خیلی اینا احترام میگذارن، همه احتراماتشون به اینه که شرایط رو برای اونها سخت‌تر کنند. این داستان احترام در ایران در واقع سخت‌تر کردن شرایط و سرکوب بیشتره. خانم ها رو از همین جهت میگن که ما خیلی بهشون احترام میگذاریم، به دلیل اینکه شرایط برای اونها دشوارتر هست و فشارها برای اونها بیشتر هست. شریعت در ایران اصولا ابزاری است برای کنترل اجتماعی. حالا این کنترل اجتماعی بخشش با قانونه، بخشش هم بدون قانون. خیلی از موارد بسیجی ها، لباس شخصی ها، کارهایی که میکنن اصولا ربطی به قانون نداره، ولی خب قدرت دارن، چماق دارن، اسلحه دارن، هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. در چارچوب های قانونیش حکومت ابزارهای لازم رو، یعنی آنقدر عناوین مجرمانه تعریف کرده که هر کسی رو اینها در خیابان میتونن بگیرن، چون خیلی راحت به یکی از اون 11,000 عنوان مجرمانه بر افراد صدق میکنه. بریم به سراغ ترازو و ببینیم که در دو کفه ترازو چه چیزهایی رو میتونیم قرار بدیم. آقای محمد رضا جلایی پور، یکی از اصلاح طلبان که دیدم یه اطلاعی رو هم این آقای جلایی پور و حدود 100 نفر از اصلاح طلبان مذهبی و چپا امضا کرده بودند علیه آقای ترامپ و علیه اسرائیل، که چرا اعضای حماس و اعضای خانوادهشون و کسانی رو که اینها آوردن در مرز میانه غزه و اسرائیل حمله کنند، سنگ بندازن، نارنجک بندازن، چرا اینها رو کشتن، در حالی که اینها اصولا اگر صدها نفر در ایران، در خوزستان، در کازرون، در نقاط مختلف سرکوب بشن، یک دونه اطلاعی نمیدن. آقای جلایی پور میگه دلیل شروع اعتراضات دیما شوخی بد بود. این جمله ایشون هست، از سایت خبر آنلاین براتون نقل میکنم، 14 اسفند 96. در کفه دیگر ترازو چیزی که میشه دید اینه: وقتی شما به یک پاسدار به دلیل خانواده شهید بودن بورس دانشگاهی بدید و او رو بفرستید انگلیس دکترای جامعه شناسی بگیره به عنوان شکلات خانواده شهید بودن، نتیجهش میشه چنین تحلیلی از اعتراضات عمومی. یه خیزش اجتماعی شده در 100 شهر ایران، آدم‌های به خیابان اومدن، به حکومت اعتراض کردن، حدود تقریبا 28 تا 30 نفر کشته شدن، هزاران نفر تا 5000 نفر رو اینا بازداشت کردن. ایشون میگه اینا شوخی بده، که حکومت 10 نفر رو بکشه اینا شوخی بده. این تحلیل یک جامعه شناس اصلاح طلب مذهبی است. آقای احمد توکلی میگه مال حرام باید از گلوی حرامخوار خارج شود و به صاحب اصلیش بازگردد. ایشون مدیر سایت الف هم هست، در 16 اسفند 96 این حرفو زده. خب طرف دیگر ترازو که ما خدمت ایشون عرض میکنیم اینه که نخست باید حدود 1,000,000 دلار که هزینه تحصیل آقای توکلی در بریتانیا بوده، بدون شرکت در هیچ آزمونی رفته بریتانیا، در بریتانیا هم تنهایی رفته ولی خانوادهش در ایران بودن، ارز اونها رو هم میگرفته، بعد هم اومده ایران چاپخونه زده، کلی ارز گرفته برای اینکه چاپخونهش رو بزنه، بعد در شهرک غرب زمین گرفته برای مدرسه‌ای که خصوصی بوده، آقای خامنه‌ای بهشون لطف کرده، از زمین‌های بنیاد مستضعفان بهشون داده. اینا امروز همشون میلیون‌ها دلار پول دارن. بعد آقای توکلی میگه مال حرام باید از گلوی حرامخوار خارج بشه. خیلی ایناس خیلی جالب هست. آقای ابراهیم حاتمی کیا از تبلیغاتچیای حکومت میگه ترجیح میدم منابع مالی فیلمم از بیت المال همین مردمی که با تاییدشان حالا اسم و رسم میگرفتم و مشتاق دیدن فیلمهایم هستند تامین کنم و حاضر نیستم در هیچ سفارتخانه یا مرکز فرهنگی بیگانه را در قلباب کنم. به نقل از کیهان 21 اسفند 96. آقای حاتمی میگه که خیلی جالبه، دو راه میذاره برای کسانی که میخوان فیلم بسازن، یا باید برن سراغ خارجی ها، سفارتخانه خارجی، یا از منابع مردم ایران فیلم بسازن. هیچ راه دیگه ای وجود نداره. در همه جای دنیا مردم تهیه کننده ها سرمایه میگذارن، وام میگیرن از بانک،
گاه ضرر میکنن، گاه وقتا درآمدهای خیلی بالا دارن. یه راه سومی هم هست که شما از جیب مردم بر ندارید فیلم بسازید، و این راه سوم رو متاسفانه این تبلیغاتچی های راندخار در ایران این راه سوم رو نمیدونن. میدونن ولی خب راحت تره، به قرار نیست به کسی پاسخ بدن. 40 میلیارد تومان میگیرن فیلم میسازن، بعد این فیلم خیلی هم که فروش کنه در بهترین شرایط، همین فیلم آقای حاتمی کیا گفتن در چند هفته پیش که ازش صحبت شد 8 میلیارد تومان بود، اواخر گفتن 13 میلیارد تومان فروخته. 13 میلیارد تومانی هم که یک فیلم فروش میکنه 6.5 میلیارد تومانش سهم سینماست، 5% هم سهم تبلیغاته، یعنی چیز در حدود مثلا 6 میلیارد تومان برگشته از 40 میلیارد تومانی که ایشون گرفته و صرف کرده از جیب مردم. اینا منابع عمومی، منابع دولتی است که اینها میگیرن و به عنوان فیلمساز برای جامعه مطرح هستند. وزیر بهداشت دولت آقای روحانی در مورد خروج ایالات متحده از برجام میگه این خروج به نفع ماست. ایشون این رو در 21 اردیبهشت 97 گفته. اگر این طور هست چرا آقای اصغر فرهادی، یکی از فیلمسازهایی که یکی به میخ میزنه یکی به تخته میزنه، هم میخواد داخل ایران فیلم بسازه هم میخواد بره کن اونجا کراوات بزنه و دست بده با غیر ایرانی ها، ایشون میگه فشار واقعی ناشی از این خروج بر مردم است و به دروغ در مورد تحریم دارو حرف میزنه. این آقای اصغر فرهادی هیچ وقت تحریم دارو وجود نداشته. این داستانی بود که اصلاح طلبای مذهبی و چپا و روشنفکرای قلابی مثل آقای اصغر فرهادی شروع کردن. بهتر نیست که ایشون در موضوعاتی، آقای اصغر فرهادی یا آقای وزیر بهداشت دولت آقای روحانی، در موضوعاتی که اطلاع دارن حرف بزنن؟ چه ضرورتی داره که در همه موضوعات اینا حرف بزنن؟ خانم معصومه ابتکار از راندخارهای جمهوری اسلامی، کسانی که از دیوار سفارت بالا رفتن و خانواده و شوهر ایشون روز نفتی است، ایشون میگه که ما برخوردهای گشت ارشاد را قبول نداریم. این رو از ایسنا 25 اردیبهشت براتون نقل میکنم. هر وقت دولت آقای روحانی کم میاره در وعده ها و وعیدهاش، میرن سراغ حرف هایی که اصولا قابل اجرا نیست، اینا اصلا قدرتی ندارن، اصلا اعتقاد ندارن. اگر اعتقاد داشتن خب باید اعتراض میکردن، از اون حکومت میمدن بیرون. اعتقاد به گشت ارشاد نداریم، چرا در یه حکومتی که گشت ارشاد داره و تو سر مردم میزنه، سر و کله خانم ها رو خونین میکنه، چرا در چنین حکومتی شما باقی میمونید؟ حرف های عجیب و غریبی است که اینها میزنن. به نظر من این اصلا در یه دنیای دیگری زندگی میکنن، در دنیای واقعی، در دنیایی که منطق و حساب و کتاب و سازگاری و ناسازگاری وجود داره، اینا در این دنیا متاسفانه زندگی نمیکنن. برای موسیقی این هفته من یک آهنگ بسیار زیبایی رو از یک خواننده زن امریکایی براتون انتخاب کردم، خانم جو. اسم این آهنگ هست Standing Still. آهنگ بسیار زیبایی است و یکی از آهنگ‌های درخشانی است که این خانم اجرا کرده و اصولا در اگر رجوع بکنید به در واقع آهنگ‌های خیلی خوبه چند دهه اخیر در ایالات متحده، این آهنگ یکی از آهنگ‌های بسیار زیباست. این آهنگ رو ببینید، لذت ببرید. تا هفته آینده که در یک برنامه دیگه من در خدمتتون خواهم بود، روزها و شب‌های خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.